در حصه آخر درس خوش آمدین. درس ما بود درباره گروپ های یا گروه های ورب که حالا در گروه چهارم هستم. گروه چهارم چیست؟ من اینجا میخوانم. گروه چهارم را در دو بخش تقسیم میکنیم. ستارک ورب یا فعل های قوی یا محکم. فعل های قوی یا فعل های محکم یا ستارک ورب چیست؟ فعل هایی که در حالت ماضی مطلق یا پرتریتوم هیچ پسوند ندارند. پسوند ما یعنی که مثلا ت نداره، مثلا د نداره، مثلا د د ای نداره، اینجا پسوند او میشه. تغییرات در داخل لغت ها در حروف صدادار می آیند و سوپینوم با ایت یعنی ایت تمام می شود. این شد بخش اول گروپ چهارم و این هم بخش دوم او ریگل بون ورب یعنی فعل های بی قاعده. هیچ کدام قانون صیغه های صرفی را مراعات نمی کند، یعنی هیچ کدام قانون نیست که ما او را یا این گروپ او را تعقیب کنه یا ما تعقیب کنیم و بفهمیم که همه قانون ها در این گروپ هست. اگر ما این قانون ها را یاد گرفتیم پس می توانیم لغات های گروپ پیدا کنیم. این تو یک قانون خاص نیست. گروپ فیره ستارک اوک او ریگل بون ورب که این طرف هست ستارک ورب و این طرف هست او ریگل بون ورب. حالت انفینیتیو هست ست حالت انفینیتیو یعنی مصدر که با فعل های کمکی می آیم. ست حالت امپراتیو که امر هست و ریشه هست ست و حالت پریسنس سیتر پرتریتوم سات و سوپینوم سوتر. حالا میبینیم باز میبینیم که ما چی گفته بودیم. ما گفته بودیم که فعل های در حالت ماضی مطلق هیچ پسوند نداره. پرتریتوم پسوند نداره، مثلا نیست که سات ده ستیگ ده بیوده ده کم ده گریتا ده، اینا نیست، پسوند نداره. تغییرات در داخل لغت ها در حروف صدادار می آیند. اینجا سیت تر بود، اینجا سیت ای بود، اینجا ست آ شد، اینجا ستیگ ای، ستیگ ای صدادار، ای تغییر خورد به ای، اینجا بیود او او و اینجا ا بیاد تغییر خورد. کم چندانی فرق نامده، هیچ فرق نامده، عمود هستم. گروت او ا و حالت سوپینوم شما میبینین که قانون گفته بود که سوپینوم با چی تمام میشه؟ با ایت یعنی ایت. اینه سوتیت ستیگیت بیودیت کومیت گروتیت ایت تمام ایت داریم. ریشه وقتی ریشه را ما تغییر میتیم به پرتریتوم چی میشه؟ داخل لغات ها حرف ها تغییر میخوره یا صدادار تغییر میخوره. و حالت پریسنس شما میرین با ای ار ای ار ای ار ای ار و ای ار تمام شده، یعنی حالت ریشه رو میگیریم اینجا میاریم ای ار اضافه میکنیم. و حالت سوپینوم با چی تمام شد؟ با ایت ایت که اکثریتش امپراتیو میگیریم یعنی حالت ریشه رو میگیریم اینجا میاریم ای تر اضافه میکنیم.
مثلا بیود میاریم اینجا ای تر اضافه میکنیم، کو ما میاریم اینجا ای تر اضافه میکنیم. بله ای بود استعکب فرد. بیایم طرف او رگل بونه ورب یعنی بی قایده، یعنی قایده نیست. یک قانون نیست که ما یاد بگیریم بفهمیم که این مربوط به این گروپ میشه. مثلا اینجا هست سه، اینجا سیر، اینجا سوگ، اوگ. بخیر زیاد تغییر آمد. اینجا ما میدیدیم که فقط ای تغییر خورد به آ. اینجا ای تغییر میخوره و او باز داخلش گ میایه. و پس اونجا که میریم در سوپینوم باز پس ای میایه. ای تی تی. ستو. استاد شدن. ستو. ستور. ار داره. ستود. ببینید شما اینجا ای صدادار تغییر خورد به او و باز یک حرف اضافه دیگه آمده. دی. و پس که میریم سوپینوم باز پس ستو از ریشه ستو را گرفتیم تی تی را مادیم. اینه همون تو گو 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 ر. باز اینجا یک ببینین اینجا او بود، اما مثل سترکا ورب او تغییر خورد به ای، اما سه کو یک چیز دیگه آمد. پس استارکا ورب تغییر میخورد، تغییرات میآید در چیز، در صدادارها و تمام میشه با ای تی در سوپینم. اما او رگل بون ورب یک قانون مراعات نمیکنه، لغات های شاز است که اینجا مثلا مختلف حالات هست. او ار داره، ای ار داره، او ار داره، اونجا ای ار ای ار ای ار ای ار بود. مثال ها انفینیتیو اتا اکسمپل یاگ سکا یا یاگ ویل اتا مات. انفینیتیو است با آ تمام شده. امپراتیو ات اکسمپل ات مات بخور غذا. Presence حالت حاضر حال اتر اکسمپل بانن اتر لونچ پو داگس طفل ها میخورن غذا در کودکستان. پرتریتوم اوت ا تغییر خورد به او اکسمپل ورسون اوت مات کلوکن فیر ایگور پسر ما خورد غذا دیروز ساعت 4. سوپینوم ات ایت اکسمپل هارنی ات ایت مات آیا شما غذا خورده ای؟ خورده اید؟ یعنی حالت سوپیرم اینجا آمد ات ایت. بله شما بینین حال ای ات ات اتر اوت ات ایت به نظر شما ای در کدام بخش گروپ چهارم میره؟ آیا ده سترکا ورب میره یا آیا ده او رگل بونه ورب میره؟ خواهانی ده اونجا باز از سر ببینن بخوانن و سعی کنن که به نظرتون ده کدام گروپ میره. بله میریم یک بار دیگه اما تو یک سرسرکی نظره میبینیم که ما چی خواندیم. ورب گروپ بر یعنی ورب ما در مختلف گروه ها تقسیم میکنیم که برای ما آسان شود. اگر ما در او اگر ما یک فعل دیدیم و قانون ما بلد باشیم که در کدام گروپ است، پس ما میتونیم چهار مختلف حالت های او ورب دیگه خود ما پیدا کنیم. از همین خاطر ورب گروپ ها مهم هستند. ورب گروپ اول که بود در تمام حالت ها چی میگرفت؟ آ میگرفت در هر 5 تا حالت. گروپ دوم چی بود؟ گروپ دومی بود چون که ریشه با صدادار تمام نمیشد، پس از طرف خود ما در پریسنس ای آر میگذاشتیم و در پرتریتوم چی میگرفت؟ دی میگیره. دی ای دی. گروپ دوم بی چی بود؟ اگر ریشه با پی تی
کو اس اکس تمام شوه در حالت گذشته چی میگیره او؟ تی تی در جای دی ای تی میگیره. گروپ دوم بیشتر معلومات چی بود؟ که اگر ریشه از خودش ار داشته بود دیگه ضرورت نداره به ار اضافه چون که از خود ار داره. بیشتر معلومات در گروپ دومی بود که بعض از لغات ها در داخل لغت حروف صدادار تغییر میخوره وقتی که ما او را تغییر میتیم به پرتریتوم. گروپ سوم چی بود؟ لغات های خرد خرد بود که با آ تمام نمیشد و طولانی تلفظ میشد، مثلا بو، رو، سی، و وقتی که ما تغییر میدادیم اونا را به پرتریتوم و سوپینوم باز دو تا د و دو تا ت میگرفت. گروپ چهارم ما دوی سه تقسیم میکردیم: استرک ورب، فعل‌های قوی. فعل‌های قوی چی معنا داره؟ فعل‌های قوی معنا داره که در پرتریتوم پسوند نداره، پسوند یعنی د ای یا ت ای از اینا نداره. تغییرات در داخل لغات ها در حروف صدادار میآیند و سوپینوم با ای تی یا ایت تمام میشد. و او رگل بونه ورب چیست؟ اونا فعل های بی قاعده هستند، یعنی هیچ کدام قانون مراعات نمیکنند. که این مثال ها را شما ببینین چند بار و خود تکرار کنین و دیگه لغات ها را خودتان هم پیدا کردن میتونین. پس این بود درس امروزی ما که درباره گروه های فعل بود. امیدوار هستم که شما ایرا متوجه شده باشین، فهمیده باشین. بخیر، به زودی دیگه ویدیوها را درباره زمانها و مختلف ساختمانهای دیگه گرامری را جور میکنیم و با شما شریک میسازیم. تشکر و وقت خوش. خداحافظ.